بنام هلا یک تا و توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوهای گرامی، روز شنبه تان خوش و خدا کنه روز خوب و خوشی داشته باشید. خوار گرامی بینده های عزیز برنامه بانو، امید است که جور و سعدمند باشین و سلام های گرم گرم ما نثارتان بود. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را و اوید از خوارای ما که مشکلی می داشته باشن میتونن به برنامه زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 0796-0066-56. منتظر تماس های شما دوستا هستیم. پیام های 456 هم با ماست، پیام هایتان هم میخوانیم بساس نوبت. و همچنان قبل ازی که فرزان جان شما یک پیام بخوانین، یک موضوعی که امروز میفهمین که بسیار زیاد من خوش شدم از یک موضوعی که من میشنیدم و گپه بسیار جالب و این یک حالت را که بعدا خواهرای ما در 456 پیام میفرستن یا به برنامه مستقیما زنگ زدن و کسایی که مثلا شکایت از پدر خود داره، از مادر خود داره که مرا به مکتب نمیمونه. بله بله. مادر خود مزاحمت نمیکنه، خاصا پدرها و برادرها میکار میکنن. و میگن که باور کردین یگان دفعه مادران مزاحمت میکنن به خاطر طفلای خارجشان یا کارخانیشان؟ ما شنیدیم ده ها بار که فیصدی کم میان، فیصدی کم میان. ولی اما یک حالت من دیدم، یک پدر که تقریبا در حدود شاید که در حدود 65-66 سال عمر داشت بله. و اینا ممی دو تا دختر خود به مکتب برده بودن، در امی جریان را ما میشنیدم که این برای ما اولادای خود چی نصیحت میکرد. دکتر سب عزیز حرفا را میمانیم برای بله، پسان میمانیم برای پسان ببینیم روی خط است؟ ما روی خط هستن. بله سلام دکتر. سلام خوار، خوش آمدین، بفرمایید. خوب هستین؟ صحت خوب فرزانه جان، شما خوب هستین؟ لطفتان است، بفرمایید. دکتر صاحب تقریبا 3-3.5 سال میشه عروسی کردیم، دیگه یک طفلک دارم با شوهرم، دیگه زندگی خوب و خوش آرام داریم. فقط شوهرم بعضی وقتا از مواد نشاور استفاده میکنه. چی میکنه؟ مشروبات الکلی یا دیگه چیز؟ مشروبات الکلی. بعض وقتا که با رفقا اینا خود از جان میشه، باز دیگه همیست که یک هفته دو هفته سر زمین جنگ دوای ما میخوزه و نمیشه گپا. ای دمی محافل و گپا رو که ترتیب میتن ما یک بار از یا هفته یک بار چطور؟ این پارتی میشه؟ بعض وقتا دو هفته بار، بعض وقتا یک ماه بار، مثلا با رفقا اینا که یک جای میشن باز دیگه از این چیزا استفاده میکنن. باز شما چی برشون میگن؟ جنگ میکنین یا کی نصیحت؟ بعض وقتا بسیار با دوان خوش هم رفتار کردیم که کارو نکوچی نکو، باز پشایمان شده وقتی که به حالت عادی خود آمده پشایمان شده که بعد من میگم چی مشکل داری، از خاطر چی استفاده این چیزا رو میخوری یا چی؟ میگه مشکل ندارم، خب با اونا برابر شد و میتر شد و شد. بعض وقتا خیلی وقتا جنگ هم کردیم، بسیار وقتا جنگ و دوان هم از خاطر از میخستم بگم پشایمان میشه، میگه که اشتباه کردیم، معذرت خواهی میکنه، زندگی ما پس در حالت اولش بر میگرده خوب خوش آرام. باز که با اونا روبرو شد چی شد باز اون تو کارا میکنه. چند سال هست شوهرتون؟ شوهرم تقریبا 38-39 سال هست، خودم 20 سال هست، 31 سال هم خدم هست. تفاوت سن ما زیاد هست، خود بودم کاری تیگه. وضعیت اقتصادیش خوب است؟ وضعیت اقتصادی ما خوب است دیگه، اخلاقش هم خوب است دیگه، وقتا خیلی رفتار خوب دیگه، از ظاهرا خوب میگه که به حساب در زندگی ما راضی است، خوش است، هم دیگر رو دوست هم داریم. مگم من ایران هستم دیگه که چرا این کار رو میکنه. تشکر شما خوار، مشکل مشکل تا نگرفتیم. تشکر، خدا حافظتان. بعد منتظر تماس های شما دوستا هستیم. 0796-0066-56 شماره پیامگیر برنامه ما هست و با میتونیم امیل از به برنامه زنگ بزنیم. برنامه ما به طور زنده یا مستقیم از شبکه تلویزیون طلوع به نشر میرسه. و موضوعی که گفتم خوش شدیم نیم فرزان جان، این مرد که در حدود تقریبا 65 یا 67 سال عمر داشت، دو تا دخترکای خود که در مردوش دخترکای جوان، تازه جوان، نوجوان بگیم که بود، برشان نصیحت میکرد و اینا رو تا مکتب میرسان. بله. و برشان گفته میره میگه بچه هم سعی کنین، میگه همی هر مشکل که هست کل مشکل سر پدرتان پردین، با همی الفاظ که من برتان میگم. بله بله. با این الفاظ. بله. گفت کل این مشکلات سر پدرتان پردین، هیچ دقیقش نباشین، من به هر شکل که شما زندگی شما را حداقل برتان تامین میکنم، کوشش بکنین. بچه من از پیش شما گفت هیچ چیز نمیخوام، فقط درس بخونین. چه یک مثال داد فرزان جان. بله.
در دیگه دنیا ها فرداین در کشورهای متمدن دنیا بعض اوقات همی شاگردای مکتب و بعض اوقات در کارهای پایین بله. خب کار پایین نیست خود این کارهای فیزیکی می بله مجبورشان می سازه بله کارهای فیزیکی را یکی که آنها ببینن این موضوع رو درک بکنن که مثلا وقتی که یک کس درس نمیخوانه آیا این کارهای فیزیکی چقدر جنجال داره بله چقدر مشکلات داره و چقدر فرق است باز مبین کسی که درس میخونه و کسی که درس نمیخونه و اینا هم عین همین مثال برشان میداد گفت ما ببینین مرا گفت اگه من پدرتان درس میخوندم امروز من مثلا یک مقام میداشتم ولی گفت تا بال ببینین که دمی پس بیدی من چی کارهایی را میکنم گفت حال من افسوس دیدی من اما تا اونا هم میره و من هم پشت سرشون روان هستم همین حرفای از اینا رو میشنیدم و ببینین یک پدر که خودشان بی سواد بودن ولی اونا ارزش سواد درک کردن فهمیدن دکتر صاحب عزیز این تماس موقت نشه کرده چون کم است بعدا گپای شما رو میشنویم بله بفرمایید سلام علیکم خوب هستین زنده باشین شما خوب هستین جان جو صحت خوب بفرمایید بوشن یک سوال داشتم از دکتر صاحب بفرمایید سلام دکتر صاحب خوب علیکم سلام خوار خوش آمدین بفرمایید بوشن دکتر صاحب مثلا ما هستیم یک سال یک نیم سال نوزاد دستیم در مدت یک سال یک نیم سال نوزاد اکثر وقتا میخوانه اما نکای ما بسته نیست بوز غیر از اون مثلا وقت خوانه میه از ما خیلی توقعات بالا بالا داره مثلا من فهمیدم خوار بس فهمیدم بله بازم من وقتی که مثلا بگه پایش نمیکنیم سرمان اگه تو سرمان اعتماد داری نداری باشی می تو مرا دوست داری توی 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 دفتر سا لطفا یک راهی چورا یک مشکل مرا رفتن یک کنیم سال از نام زدیتان میشه؟ یک کنیم سال نام زد شدم نکنیم بسا نیست هر وقت نیه خونیم نام زدتان خود دوست دارین؟ دوست دارم اما دیگه نه من مشکل تانه در کردم خوار نه آفرین شما کمی موضوعات درک میکنین میفهمین که باید چی کدام مقررات آدم در وقت نامزدی باید مراعات بکنه تشکر شما خداحافظتان بازم منتظر تماس های شما دوستا هستیم میتونیم به برنامه زنگ بزنین وقت داریم بازم من حرفای خود ادامه میدیم که من وقتی که چیزی که من را زیاد خوش ساخت همین بود که و امو لحظه به یادم آمد که در برنامه ما بعدا از کسایی که زنگ میزنن که مرا پدر مزاحمت میگه مکتب چی به درد میکنه در چی به درد میخوره باید شما برای زن خوامی که میگسن فعال دو سیر خواندن کافی است برای من جالبه میاد که این برای من دخترک خود میگفت می بچم تا هر قدر که میخوانین گفت خدا گرو میکنم کل زندگی من فدایتان میسازم من از شما ای تقاضایی ندارم و فقط شما درس بخونید بعضی کسا هست فرزان جان کمی اندیشه های ازیر دارن که مثلا میگه که خوش دارن که درس بخونه ولی دخترشان نی بله. یا به این فکر است که دختر مال مردم است و امانت مردم است و چنان چنان بدن مثلا ذهنیتشان خراب بله. میسازد و اصلا در این فکر نیست که مثلا امی کاره یا تو چی باشه که مثلا میگه اینا اردوشان دختر بدن و به می فکر بودن گفت بخیر بچه بیادرکتانم که کلان شد من فکر میکنم شاید کنم بچه که خوردم داشتن گفت فورم شما تشویق کنین درد بخونین اینی نصاحی سودمند یک پدر است که واقعیت که بالاخره مو اطفالشم و مو جوانام که بزرگ شد و اطفالم بزرگ شد اینمی موضوع را باید همیشه بیاد میسپاره و همه قدر میگه که خدا بیامرزه پدر من که امواره فقط و فقط توجهش به درس ما بود ولی چه خوب است که همه پدرها اینمی اندیشه را داشته باشند. نه به این اندیشه باشند که فقط درس بچه بخونه یا در بهترین مکتب. خصوصاً حال خوب مود شده مکاتب خصوصی. نه. و به این فکر است دخترهای خود در یک مکتب روان میکنند که او دولتی هست بله. یا او قدر درس نیست و کوش میکنه در مکاتب خصوصی در حالی که من میارم ترجیح میتم مکاتب دولتی رو نسبت بله، به خصوصی واقعاً واقعاً این چشم دید خود ما هست خب بازم کسایی که توانایی دارن خوب است که در جنب دولت کسایی هست کمک کننده سکتور خصوصی هست در حالی که باز اگر همیام نمی بودن بله. این بسیار مشکل بود برای دولت ولی در مجموع هر کس هم چی خود داره ولی موضوع ما سرازی بود که همی به یک پدر که با نصایح سودمند خود چه قسم میتونست که دخترهای خود تشویق به درس میکرد بله. و در این کارش من بسیار خوش شدم یک تماس هم داریم دکتر صاحب بفرمایید بله؟ بله بفرمایید بله سلام خوب زنده باشی
زوره هستم از کارتی فرمان به تماس شدیم امرایتان. پیش از یام گریه کردی خوار صدای تمام تو گریه آلود میانه؟ بله دکتر صاحب ببخشید که من شما را زحمتم دادم. خواهش میکنم. و یک طفله که من 1.5 سال هستم. بله. و از وقتی که تولد شده نه گشته میتونه و نه چرغوک میکنه. دیگه با خاطرش بسیار تشویش دارم اگه یک مشوره. 1.5 سال سرش کلان است؟ نه خیر نه. خب من تا در وقتی که تولد شده بود با مشکل پیدا شده بود. خب سیزارین شد عملیات شده بودین یا که عادی ولادت کردین؟ عادی پای داشته بود برای پیش دکتر صاحبه اطفال نشانش دادین حالت شدید؟ بله دکتر ها خوب بودم بسیار پیش دکتر ها خوب دکتر ها میگه که شاید خوب شون دستان در 7 سالگی یا 6 سالگی دیگه حال چیز تجویز کردن دوا که چی کارا را برای شما بکنین؟ فقط میگه برش تمرین بتین خوب میشه اما هر خبر که نه امو تمرینات برتان نشان داد که مثلا چه قسم باید تمرین بتین گفت برتان نه شما کجا رفته دیدم. بله کجا رفته بدین شما پیش دکتر از فال که میشه بردیمش و دکتر گفتیم که نتر مشکل داره گشته نمیتونه و اوشیار است اتر خوب میشناسه من تای نمه قدر از پیچ اقلش نمیرسه که خدا کش کنه یا دست برتایی ایست که بگرد شفاخانی ساعت طفل اندروگاندی بردینش؟ بله در ساعت طفل وقتی که تولدم شده بود اکسیجن نداشت در روز در ساعت طفل بستر بود و تا ششمانگی افماگی تنی فامیدم بعد از ششمانگی و افماگی باز فامیدم که هیچ حرکت نداره اطور فلجم نیست که بگویم خب نخوار این موضوع تنها فلجی نیست که یگان موضوعات دیگه هستن که دکتر صاحبا شاید برتان گفته باشه که یگان بعض اوقات ایجاد میشه و قسمی که دکتر صاحبا گفتن تا سن 7 سالگی 5 سالگی و بعض اوقات تا سن 12 سالگی ممکن است که حالتشون تغییر بکنه ولی بعضا تمرینایی که دکتر صاحبا حتما برتان گفته شما متوجه نشدین که بعضا تمرینات هست که باید اونها رو چه قسم شما امو تمرینایی که دکتر صاحبا میگه که پایش چه قسم حرکت بدین خودشان چه قسم حرکت بدین و اینی گپای هست که عمر شما فکر تا نبگیرین با مشوره دکتر صاحبا عمل بکنین ان شاء الله که مشکل تان حل میشه تشکر از تماستون خواهر یک وقفه کوتاه میگیریم بعد از وقفه بعدم خدمت شما حاضر میشم با شما هستیم دوستای عزیز و حال وقت عزیز مشوره های خوب دکتر صاحبا بشنوین بونی گفتن تقریبا 3 سال میشه که عروسی کردن و یک طفلک دارن زندگیشان آرام است و هیچ کدام مشکل ندارن فقط امقه که شوهرشان در بعض از مفلای خودمانی مشروبات الکلی استفاده میکنن و جنگ و دعوایشان یک هفته دو هفته از خانمش با شوهرش دوام میکنن خواستن از دکتر صاحب مشوره بگیرن خب خوار یک موضوع هست که بعضا از کسایی که جوان ها هستن یا ای که سنشان پخته سال هست که هستن کسایی که باز ما از این آزادی سوء استفاده میکنیم وقتی که نمیتونی یکان آزادی برای ما پیدا شدی و از که در یک محافل خوشی ما در یک محافل بین دوست ها و گپا هست مثلا بسیاری از مسائل از گجرات و بدلچه های شوخی ها یا مثلا بعض اوقات بود که شیرخوانی ها و مصنوی خوانی ها و گپا بود حال متاسفانه من نمی فهم که نمی لذت ادمی در چی هست بعض کسا هست احساس میکنن که در یک لحظه خود خوشنگاه کردن کاذب چیزی که هیچ گونه دستاورد نداره و صحت انسان هم تباه می سازه و می پردازه به اون مسائل یا یک لحظه خود گم کردن مثل از این باره که بعض کسا هستن که میگن که ولی من بسیار تنشن دارم یا زیاد مشکلات دارم میگه پای نمیره که مینوشم یک دقیقه خود گم میکنم به این معناست که در یک خانه دزد بیایه صاحب خانه خوب بفهمم که در خانه دزد آمده و فقط یه چشمای خود پت بکنه یک دانه دوای خواب بخوره و بگه که من مرا خواب ببره که من نفهمم چیزی وقتی که بیدار میشه خود دزد همه چیز برده دیگه اینمی کسایی که اعتکا میکنه یا خود تلقین به این میکنه که من مثلا یک لحظه خدا مثلا فراموش میکنم که کارا را مشکلات دنیا را خود اینمی فراموش اینمی عین همین چیز است ولی هر چیزی که مشکلی که بالا انسان می انسان راه های مختلف داره که انسان بتونه با او مبارزه بکنه و دنیا را مطابق مراد خیش تغییر بده
ولی ای با ای کار نمیشه و ای خوارم که رنج میته ای حالتشان درک کرده راستی ای بالاخره اگر آل دو هفته باد شده آیسته ایسته باز یک هفته باد میشه و ببینین هر چیز اگر ای خوب باشه اگر همی چیز شراب چیز خوب میبود یک وقت در اتحاد شوروی گورباچوف مطلقا بند کرد تمامشه وجود کنا عادی بود برشان تمامشان کلشان معتاد شده بودن بالاخره ای محیط خانواده را از هم می پاشانه خراب می سازن اجتماع بزرگ که اجتماع بیرون از منزل است ای را هم تباه می سازن و ای یه چیز خوب اگر چیز خوب می بود خواهمی دین مقدس اسلام اجازه می داد بگم حالا هزارها چیزای طیب و پاک خداوند بر انسان داده ولی چیز رو از انسان بازم به مو نجس حرام دست می دازه بله هزارها نعمت بزرگ خداوندی را انسان نمیبینه در یک جای فردان جان من از خود تعریف نمیکنم یک موضوع آمدم تو در یک جای شته بدیم اینم تو یک کسای دیگه هم بدن کجا باید مشروب مینوش بر ما هم بسیار چی شدن که شما خوب بگیرین من گفتم سعی کنین خداوند هزارها چیزهای پاک پیش رویتان حلال ماندن شما تماما حلال نادیده میگیرین به یک چیز نجاست و کثافت شما دست انداختین ولی چه ضرورت است شما چیزهای پاک بخورین بنوشین ولی چیزی پاک حلاله ولی متاسفانه حال بعض کسا هست که این مسائل تلقین خودشان خودم میکنن و فکر میکنن که البته یک چیز خوب است ولی پسان تمام این تاثیرات منفی زیره میبینه برعکس از اثرات منفی ازی در جامعه در مثلا در خود خانواده فکر بکنین وقتی که همتون محافل میشه طفلک های خانواده جوان ها نوجوان ها فکر میکنه خب همه دنباله رو پدر خود است فکر میکنه که البته بسیار چیز خوب است خب این چی با چی حل میشه حالا اومدیم سر ازی حلش که اگر این خوار با اونا جنگ و دعوا بکنه با جنگ و دعوا خوار حل نمیشه خب این کار در مقابل شما نمیکنه میرن فردا روز خانه یک رفیق خود بازم کار میکنه این مسائل فقط با تلقینات با ای که انوار امروشان صحبت بکنین و این نشان بدین که یک شخصی که هر چیز دنیا در آغاز یک هوس بوده هر کسی که یک کار ازشت انجام داده با مخدرات رو آورده هر چیزی کرده او در آغاز فقط یک شکل چیره داشته یک هوس هر کسی که یک بار یک دوست سیگرت زده اونا مدروی فقط یک شوق بوده ولی بعدنش اونا وابسته به مو شدن و این وابستگی ازی یک مشکل بزرگ را در خانواده ایجاد میکنه و سایر اعضای خانواده هم فکر میکنه مثلا بچه در یک خانواده فکر میکنه که البته این کاری که پدرشان میکنه گپ کار خوب است فردا روز پسرم هم کار میکنه ولی شما کوشش بکنید خواهر عزیز که اینا را همواره وقتی که اصحابشان راحت باشه برشان بگوین که ما الحمدلله مسلمان هستیم و دین ما ایره یک چیز هست که نشانه از معبودان باطل است بله یک وقت که خود خداوند گفته که شما اجتناب بکنین از قمار و شراب که شما رستگار شوین پس امی قمار در یک جامعه بینین امی شراب کوری بینین کجاش خوب است کدام کسی دیدین که کسی یک زندگی خوش داشته باشه یا حداقل در خانواده خود آرام بوده باشه و فقط این مانند از اون موارث که ما پیشترم براتون گفتم فقط چشمای خود را پت بکنن و بگن که من خوب است بله هیچ چیز نمیبینم پس به او خاطر هر قدر که شما نصیحت بکنین برشان هر قدر که بگوین خصوصا در مسائل دینی بسیار مهم است یعنی مسائل برشان بگوین ما فکر میکنم که اونا هم متوجه اشتباه خود میشن بله و بونی که گفتن یک سال است از نامزدیشون و اکثر اوقات نامزدش به خانیشون میایه و از او توقعات بیجا داره خواهر قند یک موضوع هست دوره نامزدی دوره شناخت است دوره ازی است که از لحاظ اخلاقی از دیگر لحاظ و تمام مسائل را درک بکنه و مسئله که بین یک مرد و شوهر نامزد می باشن مثلا در شما یک چیز من به شما تقاضا دارم که خب اگر به خرید به بازار جای میرین اگر در خانه می باشین و امروی فامیلتان بشینین فامیل هم کلک یاد ششتن و امروی شگر صحبت میکنین گپا بعدا کوشش بکنین در جایی که تنهایی باشه شما نرین بخاطر از این که خودش باز یک مشکل ایجاد میکنه و گپ شما درست است و این عقده های جنسی ایجاد میشه در همچه موارد این عقده ها هم در زن ایجاد میشه هم در مرد ایجاد میشه
خصوصا در همچون مسائلی که اونا بدن احساس میکنن، خب در مردها خب این یک مشکل ایجاد نمیکنه، ولی در زنها بسیار مسائل است. مثلا حتی بعد از عروسی، کسایی که بعد از عروسی هم کرده باز مورد طعن خانواده دخ پسر قرار میگیره. پس به او خاطر خواهر گل آزادی در جایش وقتی که به خانه شما فرق نمیکنه. این خب به خاطر عزیز که هم دیگر تانا خوب بشناسین، درک بکنین خوی و خواص و حتی نظافت یک انسان، که یک انسان وقتی که میبینی از نظافتش، از حتی از بوی دهنش گرفته تا دیگه هم مسائل گپش خوب میفهمین که باید آیا میخواین که با اینمت یک مرد عروسی بکنین. پس به او خاطر این به این خاطر است. ولی بعض کس ها هست که اینمی نزاکت ها را باز درک نمی کنن و اینمی موضوع را نمی فهمن که نظمی آزادی یک استفاده درست بکنن. و از طرف دیگه یک کنیم سال شد از عروسی شما، از نامزدیتان ببخشین که یک کنیم سال بسیار مدت زیاد است، کوشش بکنین که بخیر بگوین که میشرسته عروسی رو کنن بخیر و بخوبی برین بخانه بختتان بخیر، دیگه باز او وقتی مشکلات حل میشه. وقت برنامه ما دوست عزیز تمام شد، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما از جار به خداوند بزرگ مسپاریم. علایار و نگهدار همه ایتان. خدا نگهدار.